نقل میکنه راوی میگه که حدثنی ابوالحسن علی ابن سلیمان النوفلی سمعت ابی بن کعب سمعت ابی یقول کی یقول؟ یقول ذکر سعد بن عباده، حالا یا عباده یا عباده هر چی بخواد باشه، یوما علیا، سعد روزی اسم علی را راجع به علی حرفی زد، بعد یوم سخیفه، بعد خزیه سخیفه روزی راجع به علی حرفی زد، فذکر امرا من امره، خوب دقت کنید، نسیه ابو الحسن یوجب ولایته، خوب دقت بکنید، متعلق به ولایت علی بن ابی طالب، سعد بن عباده بعد از شکست سقیفه راجع به امیرالمؤمنین مطلبی که موجب ولایت امیرالمؤمنین است ذکر کرده. حالا ابو الحسن میگه من یادم رفته اون چی بود. خب فقال له، در اونجا کی بود؟ قیس بن سعد بن عباده بود رضی الله عنه، خدا او را با امیرالمؤمنین محشور کنه، قیس را، قیس ابن سعد ابن عبده پسر این آقا. گفت که فقال له قیس انت سمعت رسول الله، به پدرش خوب دقت بکنی، انت سمعت رسول الله یقول هذا الكلام فی علی ابن ابی طالب ثم تطلب الخلافه، پس تو این مطلب را راجع به علی و خلافت علی از رسول الله شنیده بودی و اومدی در سقیفه تشکیل سقیفه دادی و شرکت کردی، خلافت می‌طلبی و تطلب الخلافه. و ما اصحابک یقولون منا امیر و منکم امیر، عجب. حالا این پسر با پدرش اینجور حرف میزنه، و فدای اینجور پسرها باید رفت، باید قربان شد برای چنین فرزندانی که مایه روسفیدی خودشونن و امت اسلامن تا روز قیامت. خب بعد چی گفت؟ گفت لا کلمتک والله من رأسی بعد هادا کلمتن ابدا، دیگه من با تو ابدا حرف نخواهم زد. پسر برای خاطر امیرالمؤمنین این چنین برخورد میکنه با پدرش، خب حقم هست، خب تو که این مطلب را میدونستی، راجع به ولایت امیرالمؤمنین از خود رسول الله شنیده بودی، چگونه رفتی در اونجا نشستی و بعد هم ادعای خلافت، بعد هم تنازل کردید که شکست خوردید در مقابل 3 مهاجر، شکست خوردید، تنازل کردید که من امیر و من کم امیر، آخرش هم با ذلت آوردن بیرون سعد را از مجلس، تو اقتلو سعدن قتل الله سعدن، عمر گفت. خب تو اینو شنیدی؟ قیس میگه به پدرش، میگه خب اگه اینطوره پس چرا لا کلمتک والله. این قضیه را ابوبکر جوهری نقل کرده در کتاب السقیفه، کتاب السقیفه ابوبکر جوهری را نگذاشتن به دست ما برسه، نگذاشتن به دست ما برسه، از کتابهاییش که نگذاشتن به دست ما برسه، ولی به دست ابن ابی الحدید رسیده بوده و تیکه های زیادی از این کتاب در شرح نظر بلاهای ابن ابی الحدید موجوده. یادم افتاد قضیه پسر معاذ ابن جبل، حضرت زهرا سلام الله علیها در قضیه فدک و این مسائلی که اتفاق افتاد، خب حضرت رفتن با جمعی از بزرگان اون زمان ملاقات کردند، از جمله منزل معاذ بن جبل رفتن که چنین شده چنان شده فلان، مگه تو نبودی؟ مگه تو بیعت نکردی در غدیر خم؟ مگه تو خبر نداری از قضایا چنین چنان؟ آخه چرا سکوت میکنید؟ چرا حق علی باید ضایع بشه؟ چرا حق من باید ضایع بشه فلان؟ او گفت به این که یبنت رسول الله دیر تشریف آوردید، ما دیگه با عوبت بیعت کردیم گذشته. خب قهرن حضرت فرمودن که من دیگه با تو حرف نمیزنم، حرفی دیگه با تو ندارم، خوشدن آمدن بیرون.
معاذ بن جبل پسری داره به نام محمد. اینا ارزش دارن، اینا را باید دانست، اینا در لابلای تاریخ گمه. اقلا گفته بشه که ما یک طلب مغفرتی هم برای این افراد بکنیم. در حد خودشون اینا مرد بودن و مردانگی به خرج دادن انصافا. خب محمد وارد شد، گفت که پدر کی بود اینجا؟ گفت که زهرا آمده بود. و چی گفت؟ چنین گفت. شما چی گفتی؟ چنین گفتن. خب او چی گفت؟ گفتی که من با تو حرفی ندارم. برست بیرون. گفت پدر من هم دیگه با تو حرفی ندارم. تا ابد دیگه با پدرش حرف نزد برای خاطر از زهرا. Straight Away TV.